خب درود دارم خدمت عزیزان گرامیان در لایو و خیلی خیلی خوشحالم که به دو جهت، یکی این که در خدمت شما عزیزان هستم، دوم این که امشب افتخار این رو پیدا کردم که از جناب مهندس شیبانی وقتشون رو طلب بکنم در رابطه با سوالاتی که توی برنامه ها و توی لایف های متفاوت قبل از این به حضورتون عرضم پیش آمده بود در رابطه با چگونگی صاحب صنعت فولاد شدن در ایران. ما بهتر دیدیم که پدر این واقعه رو در حقیقت از حضورشون کسب فیض بکنیم. بدیهیه که بسیاری موارد هست که من به جناب شیبانی مراجعه میکنم از لحاظ فلسفه، گفتار، منطق، ولی در وهله اول برای باب آشنایی، برای اولین جلسه‌ای که ما افتخار اینو پیدا کردیم از حضور جناب شیبانی استفاده ببریم توی برنامه‌مون، بر اساس خواستی که همه دوستان داشتن و سوالاتی که در رابطه با صنعت فولاد ایران مد نظر دوستان بود که این که چگونه ما صاحب صنعت فولاد شدیم، از معذر جناب شیبانی خواهش کردم که وقت گرانمایه‌شون رو در اختیار ما بگذارند و به حضورتون عارضم که ما رو مستفیض بکنن. لذا از همینجا ضمن درود مجدد جناب شیبانی عرض ادب دارم خدمتتون، خواهش میکنم اگه فرمایشی هستش سلام علیکی دوست با دوستان بفرمایید تا من عرض کنم خدمتتون سوالات. درود به جناب عالی و همه دوستان، تشکر میکنم از لطفی که فرمودید، این فرصت رو به من دادید که با هم میهنان صحبتی داشته باشم، مقداری از خاطرات خودم رو بیان کنم. سپاسگزارم از حضورتون جناب شیبانی، سپاسگزارم. دوستان به علت اینکه من ابتدا به ساکن عرض بکنم که جناب شیبانی رو به علت اینکه ما امکان این رو نداشتیم که ویدیو رو ببریم محضرشون رو در خدمتشون باشیم، از روی اسکایپ آوردم روی، ازشون تقاضا کردم تشریف آوردن روی لایو. لذا اگر دوستان در رابطه با کیفیت تصویر گلایه دارم به من ببخشن، کوتاهی از من. جناب شیبانی نهایت لطفشون رو به ما کردن، ولی کن به هر حال مطلب اصلی این که گفتار جناب شیبانی است که ما از محضرشون کسب فیض میکنیم و امشب میآموزیم. جناب شیبانی به حضورتون عارضم که یه مختصر از تاریخچه فولاد ایران چگونه صاحب صنعت عظیم فولاد شد، از چه زمانی این عزم به وجود آمد و چگونه این اتفاق حادث شد، این رو بعد بفهمید. این بزرگترین سوالی است که دوستان روش داشتن، خیلی هم تاکید داشتن در این رابطه. تشکر میکنم. همهنان ما شاید اطلاع پیدا نکردن که در مقابل مخالفت ها و کارشکنی های قدرت های بزرگ دنیا، شاهنشاه آریامهر به خاطر رفاه مردم، ایجاد افزایش رفاه مردم، جان خودشون، سلطنت خودشون و خانواده خودشون رو ریسک فرمودن و مصمم شد، تمام همتشون رو گذاشتن روی ایجاد این تأسیسات. سابقه این تأسیسات طولانیه، از حدود 150 سال پیش افرادی که تحولات صنعتی اروپا رو دیدن، اینها دیدن که خب کارگر ابزار بهتری برای تولید کارش داره، راندمان بیشتری داره، این به اشتباه رفاه داده، تمام این رفاه رو مدیون افزایش قدرت تولیدی می دیدن که به علت تسلطی که به ایجاد ابزار آهنی داشتن تونسته بودن آهن با وجود بیارن، ازش ابزاری بسازن که زندگی خودشون رو بهتر کنن. این رو شروع کردن که به صورت اینکه یه صنعت مادر بپذیرن. شما هیچ چیزی رو نمیتونین بدون ابزار آهنی بسازین
حتی یه کار چوبی هم بالاخره اره‌ای میخواد، تیشه‌ای میخواد، یه وسیله آهنی اینها رو به وجود میاره. این باعث شد که این به صورت یه آرزوی ملی شکل بگیره. گروهی که مشروطیت ایران رو شکل دادن عملا متوجه این نکات شده بودن و این رو به صورت یک آرزوی ملی در آوردن. یکی جو آهن بود، یکی راه آهن. منتها شرایط اون زمان مملکت در سطح فقری بود که قدرت انجام این کار رو نداشت. بعدم جنگ بین الملل اول پیش آمد، کشور ما هم یک کشور ضعیف، ترکیه، شوروی، انگلیس اشغال کردن و این صحبت، این آرزو موقتا موند تا رضا شاه تسلط پیدا فرمودن و کاری کردن که برای ما رضا شاه بزرگ بشن. راه آهن ایجاد فرمودن، با آلمان ها مذاکره کردن، آلمان ها قبول کردن تأسیساتی در این مورد بسازن. منتها اون روز دشل خیلی کوچیک بود، یک کارخونه در نزدیک کرج با ظرفیت حدود 30,000 تن و معادن آهن اون روز هم شناخته شده نبود، معادن کمی بود طرف سمنان اینها. این گرفت، این برنامه هم با جنگ بین الملل دوم متوقف شد. تجهیزاتی رو که فرستاده یه مقدار از تجهیزات ساخته شد بود، یه مقدار ساختمان و انبار اینها در کرج ساخته شد، بیشتر تجهیزات به صورت قدیمت جنگ متفقین گرفتن. اینها بعدن شدیدن سر از اسرائیل در برد، اونها برای یه مدتی شاید ازش استفاده میکردن. بعد از جنگ بین الملل دوم، اوائل همینقدر که دولت تونست خودش رو حفظ کنه، این فکر به هر حال یه آرزوی ملی، به فکر به صورت یه آرزوی ملی در آمده بود. دولت تلاش میکرد این کار رو بکنه. جناب رفرکس، رئیس سازمان برنامه اون روز، به فکر افتادن که این کار رو دنبال بکنن. ایشون یک مسئله داشت، یه مسئله عمومی اون روز وجود داشت، اون این بود که صاحب فروشندگان ماشین آلات دوست داشتن ماشین آلات خودشون بفروشن، منتها نه به صورتی که با محصول مملکت خودشون رقابت کنه. برای جلوگیری از رقابت با خودشون به تمهیدهایی به کار می بردن در طراحی کارخونه ها، فرض بفرمایید هزینه های اضافه ایجاد کنن، نیروی انرژی زیاد تولید کنن بدون مصرف بمونه، ظرفیت ماشین آلات مختلف، پروسس های مختلف رو با هم ناهماهنگ بگیرن، یک مقدار دو برابر احتیاجات رو داشته باشه، یه مقدار نتونه جواب بوی به حساب ظرفیت تولید قابل مقایسه با که قابل رقابت با کشور خودشون نباشه. این مسئله باعث شده بود که ایشون فکر کنن که لااقل 20% شرکت های فروشنده، کمپانی های خارجی در 20% سرمایه گذاری شریک باشن، که اینجور شیطنت ها دیگه در کار نباشه. اروپایی ها، بیشتر اروپایی ها کشورهای استعمارگر بودن، روی خوش نشون نمی دادن. آلمان تنها کشوری بود که روی خوش نشون می داد. امریکا اساسا مخالف بود و حتی آقای ابتهاج سعی کردن که شرکت های امریکایی رو بکشن به داخل کار. وقتی خود شرکت های امریکایی بیان در ایجاد زوباهن کمک کنن، شاید دولت امریکا دیگه جلوشون ندیره، ولی حتی اونجا هم موفق نشدن. این حاکی از یه مقدار مسائل جانبی سیاسی بود. اگر فقط به مسئله زوباهن بخوایم نگاه کنیم، شاید جواب پاسخ این مسائل داده نشه.
ببینین جنگ بین الملل دوم اروپا تقریبا خورد شده است، امریکا به صورت یک قدرت مسلط میاد، حالا که آمده به جنگ و کشته داده، نتیجه میخواد از این کار خودش، میخواد جنس خودشو در کشورهای بازار مستعمرات اروپایی بتونه بفروشه. با این سیستم شروع میکنه به تشریح سیستم فکری که ما اگر به کشورهای جهان سوم کمک کنیم قدرت خریدشون بالا میره، جنس بیشتر میتونیم بفروشیم، تولیدات خود ما. اروپا رو تشویق میکنه که کمک کنن به کشورهای جهان سوم که به نفع خودشون خواهد بود. منتها در ظاهر این قیافه دوستی بعد یه تشکیلاتی هم درست کردن به اسم اداره کمک های اقتصادی به سایر کشورها که ایران ما بهش استچار گفتیم. بر حسب تصادف من درخواست استخدام کردم در دفتر معاون اقتصادی استچار اداره کمک های خارجی امریکا شرکت کردم. هفته های اول دوم بود معاون استچار به من گفت حالا که آمدی اینجا کار میکنی با قوانین ما هم آشنا بشو. کتاب بزرگی بود، من شروع کردم به خوندن. اولین شوکی که من داشتم این بود که هدف برنامه ما کمک به توسعه اقتصادی سریع این کشورها نیست. امیدوارشون نگه داریم که به روز به روز زندگیتون بهتر خواهد شد. مثلا سالی 1% توسعه اقتصادی کافیه. اون روز من اطلاعات اقتصادی نداشتم. بدون اینکه اطلاعات اقتصادی داشته باشم وارد اونجا مشغول خدمت شده بودم، نمیفهمیدم که یک کشور که اقتصاد ساکن داره برای اینکه این صد رو بشکنه شروع به توسعه کنه باید سرمایه گذاری به مقدار وسیع در شکل‌های مختلف رو شروع کنه. اینها رو بعد از اینکه یه خورده اقتصاد خوندم باش آشنا شدم. نکته دیگه که باز تعجب کردم این بود که کادر ما اجازه نداره به این کشورها توصیه به ایجاد صنایعی بکنه که با صنایع بخش خصوصی امریکا رقابت کنن. امریکا صنعت دولتی نداشت، تمام صنایعش بخش خصوصی بود، بنابراین کادر اینها اجازه توصیه ایجاد صنعت رو نداشتن. اینجا بود که می دیدیم که خب به دولت ایران می نوشتن به صلاح شما نیست که در زبان سرمایه گذاری کنیم. دلائلشون ضعیف بود. دلائلشون این بود که مثلا دولت سرمایه گذار خوبی نیست، مسئول دولت اینقدر با قوانین پیچیده‌ای مواجهه که نمی تونه به موقع سریع تصمیم بگیره چه مشکلاتش رو چطور حل بکنه. این یه خورده از نظر ما بچگونه به نظر میاد، برای اینکه خب فرض کنین اروپا یه شرکتی یه کمپانی وقتی میگه به دستگاه مالیاتی گزارش میده من این درآمد داشتم، مأمور اینها که حق نداره شک کنه که این عدد درسته یا نه، هرچی گفتن میپذیره. بعدها اگر تخلفی دید هیچ پاداشی جز حبس نخواهد داشت. خب میشه اختیارات مأمور دولت رو زیاد کرد، اگر تخلفی هم کرد زندان بفرستنش. این اینجور بهانه ها که دولت سرمایه گذار خوبی نیست، بخش خصوصی باید این کار بکنه، بخش خصوصی ما توانایی انجام چنین سرمایه گذاری نداشت. روح اون همفکری که گروه بزرگی با هم سرمایه بزرگ بذارن اولا نداشتن، بعد این روح همکاری رو نداشتن. اینها به صورت یه مقدار اشکال تراشی جلوه میکرد. اینها بود که بعدا هم که اسرار محرمانه شون روشن شد که وقتی که کمپانی های آلمانی
قبول کردن بیان مذاکره کنن ببینن ایران چی میخواد چی میتونن بکنن، دولت امریکا به دولت آلمان نامه می‌نویسه به صلاح ایران نیست در این صنعت سرمایه گذاری کنن، به صلاح شما هم نیست که در این صنعت در ایجاد این صنعت به دولت ایران کمک کنید. ببینید مشکلات مملکت ما این حرف ها بود. بعد وقایع مختلفی در دنیا پیش آمد که دائم مسائل رو عوض میکرد، تغییراتی به وجود میورد. یه پکت نظامی درست شده بود بین ایران، ترکیه، پاکستان و عراق. مرکز این در عراق بغداد بود. بعد از اینکه یه دولت کمونیستی آمد روی کار، سرهنگ عبدالکریم ناصر یه همچین چیزی اسمی داشت، تمام اسناد پکت نظامی رو داد به روس‌ها. سفیر وزیر خارجه شوروی هم سفیر ایران رو دعوت کرد و ببینید این دوستانی که شما دعوت کردین تو دلتون و این همه ازشون اسلحه می‌خرین، برنامه شون چیه؟ اگر جنگ اتفاق بیفته منطقه زاگرس رو به صورتی بمباران اتمی بکنن که موجود زنده نتوانه زندگی کنه، که ما نتوانیم بیاین به من خودمون به منطقه نفت خیز برسونیم. خب این مسائل به یه نحوی ته ذهن فرض کنیم دولت رو از جمله اعلی حضرت هم بالاخره اثر میگذاشت. ببینین این دوستانتون هم بشناسیم. بعد استالین، بعد از فوت استالین رئیس دولت شوروی آقای خروشوف اعلیحضرت رو دعوت میکنه به شوروی. اینها مطالبی است که دیگه من از قول کسی که اونجا صورت جلسه رو میفرسته بیان میکنم. خروشوف فرض میکنه که اعلیحضرت ما میدونیم به شما بد کردیم، میدونیم که خیلی هم بد کردیم، ولی اونی که بد کرد ما نبودیم، استالین بود، اونم دیگه نیست. اگر اجازه بدین خب بیان ما روشمون رو عوض کردیم، دوست داریم روابط دوستانه با شما داشته باشیم، بیاین همکاری دار با هم روابط همکاری برقرار کنیم. رئیس جمهور امریکا خبر میشه آقای ایزنهاور اسناد محرمانشون حالا باز شده است دیگه، به شاهنشاه نامه می‌نویسه اگر به شوروی نزدیک بشید سلطنت خودتون رو از دست خواهید داد. ببینید یک دولت مقتدر دنیاست چنین تهدیدی میکنه. شاهنشاه یه مدتی دست نگه میدارن، جواب خروشوف رو نمیدن. او وقتی میبینه جواب مثبت نمیبینه دستور میده شاهنشاه رو ترور کنه به دستگاه سرویس پیس خودش، اطلاعاتی خودش. دو بار هم این کار رو کردن و موفق نشدن در این کار. مسئله ای که دولت امریکا داشت دولت امریکا اون روز نفت به صورت خون صنایع شناخته شده بود. منابع نفتی دنیا همه شناخته شده نبود. نفت ایران اهمیت زیادی داشت. دولت امریکا روی نفت چشم داشت. رجال ایران همه از دولت انگلیس حساب می بردن. اطلاعات اقتصادی جامعه ما در حدی نبود که همه تشخیص بدن چه تصمیم بی صحیحه چه تصمیم بده، تصمیم صحیحی رو بگیرن. شایعه و شایعه مملکت ما با شایعه و شایعه سازی یه ده میگردوندن. شایعه میکردن که این کارشناس اقتصادی امریکا توصیه‌ای که میکنه برای حفظ منافع مملکت خودشه، بهش بله قربان بدین اگر عکسش رو عمل کنی به نفع ایران کنن. ببینید یه چیز این جریانی که وقتی پیش میاد امریکا میدید رجال
ایرانی بهش یه چیزی رو قبول میکنن، بعد نکشش رو عمل میکنن، اعتبار فکر میکرد که رجال ایران قابل اعتماد نیستن. این مسئله رو باید حل میکرد. چجور حل میکرد؟ هر مسئله یه راه حل های مختلف داره. یکی از راه های این بود که خب یه دست افسرهای قوی رو، مثلا دوتا از رؤسای امنیت ایران رو تشویق کرد به کودتا. البته اینها علاوه متوجه شدن این افراد برکنار شدن. راه دیگه ایجاد انقلاب افزایش انتظارات بود. سیاست مدار برای هدف جنایتی اگر بخواد بکنه یه اسم خوب براش پیدا میکنه. ما امروز خیلی خوب میدونیم به اسم رعایت حقوق بشر 20 میلیون آدم متواری توی دنیا وجود دارن. این اسم راهی که پیدا کردن، اسم قشنگی زیبایی که پیدا کردن، اصلاحات ارضی بود، رفاه اجتماعی بود. در امریکا که 150 سال پیش 50% مردم زندگیشون از کشاورزی میگذروندن، امروز شاید کمتر از 1% غذای اون مملکت رو تامین میکنن. این یه پروسس طبیعی است که به دنبال توسعه اقتصادی توسعه کشاورزی پیش بیاد. توسعه کشاورزی بدون توسعه صنعتی امکان نداره. و در شرایطی که اون وقت ببینید مملکت ما یه مملکت نسبتاً فقیر، صرف جویی ملی ما 4-5% بیشتر نبود. اثر به حساب ایجاد یه صنعت جدید، به کار گماشتن یه عده کارگر جدید، باعث میشد با یه ضریبی بازار داخل رو بزرگ کنه، کمک کنه به ایجاد صنایع دیگه. بهش مالتیپلایر میگن، ضریب افزایش درآمد ملی. این در مملکت ما در با صرف جوی 4-5% 20-25 برابر میشه. یعنی یه کارخونه کوچیک هم فرض کنید، یه بیسکویت سازی هم اگر راه میفتاد، 20 برابر یا 25 برابر قیمت خرده فروشی اون کمک میکرد بازار بزرگ بشه، کار برای تمام تولید کنندگان غذا، لباس، همه چیز بتونن اضافه کنن. در این شرایط توسعه صنعتی ما شروع شده بود و نسبتا اثر مالتیپلایر هم چون زیاد بود میتونست موفق بشه. منتها دستمزد کارگر شهری اضافه شد، کارگر دهاتی شروع کرد کار رو ول کردن، به شهرها آمدن، قیمت ملک بالا رفت، شرایطی به وجود اومد که ما خرد مالک ملکشو بفروشه در صنایع شهری سرمایه گذاری کنه. اصلاحات ارضی رو با فشار تو با به علت تبلیغاتی که تو دهها میکردن مالکین رو بکشین، کارخونه دارا رو بکشین، اول فهمیده ها رو بکشین، از یه طرف شرایط ناامنی برای سرمایه گذاری درست میکرد، از یه طرف اون سرمایه از مالکی گرفته شد، نه تنها اون نیروی ملی که پایه سلطنت بود، امنیت مالکیت حذف شد. به یه نحوی از پیشرفت اقتصادی هم جلوگیری شد. منتها این مطالب آدم تا تخصص در ریشه کاری های کار نداشته باشه، به صورت یه رفرم اجتماعی همه قبول کردن. به صورتی که من دیدم حتی یه دفتر به من میگفتن ما تصمیم گرفتیم کسی با این فکر موافقت کنیم اونو بکشیم. ببینید این میدیا شرایط روحی به وجود آورده بود که از نظر اقتصادی برای یه متخصص قابل قبول نبود. این مسیر توسعه کشاورزی به یه طور یه مسیریست که طبیعتا به دنبال توسعه صنعتی خودش پیش میاد. ببین مجموع این مسائل بود
شاه آریامهر یک مسئله ای رو متوجه شدن، یعنی بهای دنیا چه تفکری رو به وجود، چه مسائلی رو به وجود آورد. در جنگ ویتنام امریکا نتونست از بمب اتم استفاده کنه، در جنگ کره نتونست استفاده کنه. در این مدت از زمانی که در هیروشیما و ناگاساکی حمله کرده بودن سالها گذشته، نسل دوم بمب‌های جدید بیش از 300 برابر قدرت تخریبی بمب‌هایی بوده که در هیروشیما مصرف کرده بودن. این مطلب چند مفهوم داشت از نظر اداره دنیا، مسائل دنیا. قدرت تخریبی این بمب‌ها به قدری هست حدی شده که دیگه ابرقدرت ها نمیتونن با هم بجنگن. وقتی ابرقدرت ها نمیتونن بجنگن، این جنگی که را انداختن، جنگ روانی، جنگ سر، برای چیه؟ برای حفظ تسلطشون روی منابع زیرزمینی جهان سومه. یک مفهوم دیگه این چیه؟ خب اینا که نمیتونن با هم بجنگن، تا چرا ما حرفشون رو گوش بدیم؟ چرا گوش بدیم امریکا چی میخواد، انگلیس چی میخواد، اینی که چی میخواد، اونی که چی میخواد؟ به جوانهای مملکت برین فکر کنین، ببینین چجور مملکت رو میشه پیش برد با سریع‌ترین سرعت مملکت رو جلو ببرین. برنامه سیاست مستقل ملی گذاشتن، از جوانها خواستن کارشون انجام بدن. اینجا بود که در این شرایط دولت شوروی دوباره دعوت کرد از شاهنشاه. این مطالبم باز از صحبت‌های همون نویسنده مذاکرات از درستون می‌رسونم. جلسه اول حالا دیگه ساخت شوروی برژنف شدید حمله می‌کنه به اعلی حضرت که شما چرا امریکا رو آوردید توی دلتون و این همه اسلحه برای کی می‌خرید؟ چه نظره؟ چه قصدی از این؟ جلسه اول و علاوات خیلی خونسرد جواب بدن، این مسئله در صورت مذاکرات امروز نیست، به مذاکرات صورت جلسه اصلی ادامه بدیم، بعد جواب این صحبتات رو میدن. جلسه سرد تمام میشه. یکی از وزرا بعد از خاتمه جلسه، یکی از وزرای شوروی با آقای روحانی میگه علازت چرا درخواسته کمک در زوباهن نفر بودن. آقای روحانی جواب میده نمیدونم. این مطلب رو با آقای علم میگه، ایشون به شرف عرض میرسونن. علازت میفرمان بگین پیداش کنن، بهش بگن انتظار من این بود که شما دولت شوروی آقای برژنف این پیشنهاد. در جلسه بعدی با اینکه شاهنشاه خیلی محکم جواب میدن سازمان ملل مسئله کدوم کشور کوچک رو تا حالا حل کرده که ما به اتکای سازمان ملل کاری نکنیم. من مسئول امنیت کشورم، به احدی اجازه مداخله در مسائلی که مربوط به امنیت مملکت من اجازه نمیدم. بالاخره اون جلسه آقای برژنف درخواست میکنی که ما آماده ایم که کمک کنیم در ایجاد سوباهن به هر کاری دیگه که میخواییم. این باعث میشه که خب با وجود افتار امریکا، مخالفت هایی که با ایجاد این صنعت میکردن بپذیرن. حالا چه حسابی میکردن؟ این دوتا اروپا و امریکایی که نمیتونن با هم بجنگن، چرا این جنگشون برای چی؟ هر کدوم اینها چه مسئله‌ای دارن؟ دولت شوروی وسعت زیاد داره، انواع منابع مختلف زیرزمینی رو داره، ملتش به علت رژیم مارکسیستی عقب افتاده است، فقیره و به علت اینکه بیشتر روی تشریحات نظامی شد قوی کرده از نظر اقتصادی، هم مونده مردم فقیر. اروپا یه مملکت جمعیت بیشتر، تکنولوژی سطح خیلی بالا،
اگر اقتصاد اینها به هم بسته بشه، اینها جنگ خودشون رو کنار خواهند گذاشت. اگر اینها بجنگند که ما محو شدیم، وجود نخواهیم داشت. تا وقتی هم که میجنگند که ما گرفتاریم، اگر وسیله فراهم بشه که اینها به هم، اقتصاد اینها به هم وابسته بشه، اون وقت خب مجبور ببا صلح که برقرار بشه، این رقابت ها کنار گذاشته خواهد شد، به ما کمک خواهند کرد. اگر که ما نفت و گاز از جنوب از طریق شوروی به اروپا بره، اینها مجبور، اقتصاد اینها به هم وابسته میشه، مجبورن جنگ رو کنار بذارن، ما پیشرفت خواهند داشت. این باعث شد که پیشنهاد برژنف رو بپذیرن، گاز ایران به شوروی صادر بشه و اونها هم کمک کنن در ایجاد زباهن و صنایع دیگه هستی که بخواهن. در یک چنین بک‌گراندی شاهنشاه ریش کردن زندگی خودشون رو. بعد تحولات دیگری می شوند. سرعت توسعه اقتصاد جهان سوم یه وقتی 1971 دانشگاه هاروارد کتابی منتشر کرد، World Dynamics، به تفصیل بحث کرد مشکلات سیستم کپیتالیستی رو، مشکلاتی که بیزنس سایکل به وجود میاره و تا حالا چه جور شده که از این بیزنس سایکل ها جلوگیری کنن. امریکا تا حالا یه مقدار هر وقت که دیدن که سرعت توسعه اقتصادی امریکا کم میشه، به علت وحشتی که از ایجاد یه رکود دیگه مثل رکود 1930 از هستی صاحب بشن به وجود نیاد، یه گوشه دنیا جنگی که باشه، امریکایی‌ها امیدوار میشن، سرمایه گذاری میکنن، جلو میرن، یه جای دنیا رو کمک میکنن به آتش زدنش. ولی کار به جایی رسیده که اگر مواد اولیه که محدوده، این اگر اون مقداری که میخوان بعد از این سنگ آهن، سنگ مس، کرومیت، کوبالت، چی به اون مقدار به دستشون نرسه، این بیزنس سایکل رو نخواهند تونست. این ممکنه دوچار یه دپرشن بزرگ بشن. و سال بعد MIT گزارش مفصلی میده به کلاب اف روم، گردانندگان مؤثر در دنیا، به علت این مسائلی که کتاب World Dynamics روشن میکنه، راه حل هایی که پیشنهاد میکنه، یکیش اینه که توسعه اقتصادی جهان متوقف بشه، توسعه رو ببرن روی توسعه کشاورزی و مسائل رفاه مردم. ببینید اینجور مسائل باعث شد که امریکا سیاست خشنتری رو خودش بگیره. مسائل اقتصادی مسائل پیچیده ایست، همون جوری که ببینید اصلاحات کشاورزی رو میتونه آسون به گوش مردم که کار مفید برسونن، اینجا هم بالاخره با راه پیدا کنن برای حل مشکل خودشون. خودشون مسئله دارن. اگر رشد سیستم دموکراسیه، اگر هر روز وعده بیشتر به مردم ندن، نمیتونن بیزنس سایکل خودشون رو حفظ کنن. توسعه اقتصادی دنیا رو متوقف کردن یعنی چی؟ یعنی جهان سوم با در هم کوبیده بشه، منابع اولیه برای خودشون بمونه، مدت طولانی تری به عمر خودشون اتصال بده. از 1973 این برنامه تقریبا به صورت برنامه این بلوک غرب در آمد. من جهت اطلاع عرض بکنم جسارتا میونه کلامتون جناب شیبانی، دوستان این جمله انتهایی جناب شیبانی یک ویو گسترده‌ای به تمام هموطنان ما باید بده،
که ما بدونیم که دچار چه درگیری هستیم، دچار چه کنش واکنشی نسبت به عملکرد جهان، نسبت به مردممون و داخل هستیم. و در حقیقت اینا نکاتیه که سخت بهش آدم میرسه. ما امروز بخوایم این بیس ها رو پیگیری بکنیم و بریم بهش برسیم، شاید لازمش این باشه که یک تجربه، یک کوله بار تجربه مثل جناب شیبانی رو در کوله پشتی داشته باشیم، به اضافه این که از امروز هم راه رو بخوایم استاپ بدیم، فقط بریم در این زمینه مطالعه بکنیم. این از که این نکته انتهایی، نکته بسیار مهم بود که جناب شیبانی به ما اشاره کردن. جناب شیبانی، من یه سوال از محضرتون بکنم در این بین، او این که پروسه درخواست ایران برای اینکه کارخانه زباهن داشته باشه در حقیقت متعلق به زمانی است که اعلی حضرت رضا شاه کبیر اقدام کردند و شروعش بله. شروع اعلی حضرت بود. اشهدم در اون زمان هم منطقه مملکت هنوز خیلی فقیر بود. بعد شاهنشاه در اون زمان وقتی رضا شاه بزرگ از کشور رفتن، تمام مملکت 400 مهندس بیشتر نداشت، ولی با این وجود درخواست کردن، کار شروع شد، ساختمان ها شروع شد، با تا جنگ بین الملل دوم متوقف کرد. یه شایعه یا یک گفتاری رو من از دوستانی شنیدم، من حقیقت در این رابطه مطالعه مستقیم نداشتم، این که کارخانه فولادی را که آلمان به سمت ایران سوار کشتی کرده بود و خواست به سمت ایران بفرسته، توسط انگلیس ها در جنگ جهانی دوم دچار غرق شدگی و فلان این صحبت ها شد. این واقعی شایعه درسته؟ این بخش تاریخ یا خیر؟ گرفتن به عنوان قرامت جنگ گرفتن، بعدم سر از اسرائیل در آورد. حالا به چه صورت اونا رو دیگه من نمیدونم. پس نکته درسته، این که به هر حال اینکه ما این کارخونه فولاد رو خریداری کردیم از آلمان و در نهایت به ایران نرسید، پس این بخش مهمی از تاریخه. من در ادامه فرمایشاتتون، جناب شیبانی به ما بفرمایید که کارخونه تا اونجا رسیدیم که اعلی حضرت با یک تدبیری موفق شدن که از شبکه کارخونه ذوب آهن اصفهان رو خریداری بکنن، با روس‌ها کنار بیان و اینو وارد کشور بکنن. این دین چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتن تا این طرح اجرایی بشه؟ چون پروسه تصمیم گیری، خرید تا ساخت، من به عنوان انسانی که خودم در کار اجرایی بودم و کار عمرانی انجام دادم، یه مثل طرح فولاد آلیاژی است، میدونم یه طرح چنین طرحی طرح کوچیکی نیست، باز با اون امکانات، با اون شرایط اون زمان، از اون برای ما بگید که بدیهیا شما ناقل بسیار صالحی هستید در این کلام. هزار جور مشکل داشت، هزار جور مشکل داشت. ببینین، یه مشکل ما این بود که دانشگاه ها به ما کار کردن یاد نمیدادن. مقداری تئوری به ما درس میدادن، 2000 صفحه جلومون میذاشتن، در شرایط پول مطمئنه، در شرایط ثبات تکنولوژی، در شرایط آزاد، چیزایی که هیچ کدومش وجود نداره، فرض کنین افزایش مالیات، تغییر مالیات، تغییر بهره، اینا چه اثری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟ ولی این نتیجه گیری ها همه آرزوهایی رو به آدم نشون میده، شکل میده در مخیله آدم. سیاست مدار از این آرزوها استفاده میکنه، آدم رو میکشونه در جهت اجرای نظریاتی که واقعیت نداره. هیچ کدام از این نظریات واقعیت نداره. فرض کنین حالا کلاس اقتصاده، یه شاگردی از استاد اقتصاد میپرسه که
خب این مطالبی که ما درس میدیم که به درد جهان سوم نمیخوره. پاسخ استاد هم اونی که به ما چه؟ بذاریم خودشون فکر کنن، مسئله خودشون رو حل کنن. متاسفانه عرض کردم، من میدیدم حتی خوب اقتصاددان میاد وقتی یه آمارگر میگه که این، من وقتی که از یه مغازه قیمت میگیرم میدونم یه پرکی به من جواب میده، میخنده منو مسخره هم میکنه، اعدادش درست نیست. خب این جوون اعتمادش از این آمار سلب میشه دیگه، آمار رو میریزه دور. یعنی تحصیل کرده یه رشته اقتصاد هست ولی نفهمیده که علم اقتصاد علم حسابگریه، ابزار حسابگریش هم این آماره. از این آمار غلط چجور استفاده کنه، از این آمار غلط چجور یه نتیجه گیری علمی صحیح بکنه. اون وقت می دیدیم که خب تحصیل کرده های ما چون شرایط آزادی تجارت می گوید که کشورها به تولید محصولی میپردازن که بیشترین درآمد رو خواهد داشت، بیشترین پروداکتیویتی رو داشته باشن، بنابراین پس تجارت رو آزاد کنیم. پس نتیجه گیری های غلط میکردن. یه دفعه تصمیم میگرفتن که کارخانه ای که 10% قیمت تولیدش 10% گرونتر از جنسی که از خارج وارد میشه نباشه، بهش اجازه داده نشه، جلو اون گرفته بشه. مثلا خب زوباهن تا مطمئن نشیم که با جنس خارجی رقابت میکنه بهش اجازه ندیم. این بود که یکی از گرفتاری های ما مسئله تحصیل کرده هایی بود که اقتصاد نمیدونستن و شاغل کار در سازمان بر در دستگاه های دولتی بودن. یک اشکال کار ما این بود که تا سال قبل فرض کنیم حزب توده میگو زار مالکین رو بکشین، کارخونه دارا رو بکشین، اول فهمیده ها رو بکشین، اعتمادی به شوروی نداشتن. این بود که یک کاری که داشتیم باشون فکر میکردن باید جواب منفی رو. دوستان اینا نکاتیه که با لبخندش نگاه میکنیم، اینا فجایعیه که یک دولت مرد در زمان خودش، یک ابر مرد، یک پادشاه باش روبرو بوده و باش جنگیده. این واقعیت ها غمنامه ماست که بهش میخندیم. برین مستقل کارتون رو بکنیم. بله. ولی طرف وقتی که فرض کنین یه هاروارد بهش یا مشاور اقتصادی خارجی رو برده و بهش میگه این کار رو بکنیم، خودش تشخیص نده، خودش تشخیص غلط بده، یه مقدار عرض کردم جامعه ما از نظر دانشی خیلی مشکل داشت. ببینین از میخوام وارد بحث خارجی میشم، ولی دانشگاه ما نفهمید که اسلام یک مکتب ترور فکر عقیده است. بیخی گوش ما این کار حرف رو نزدم. بعد از انقلاب ما رفتیم قرآن خوندیم، فهمیدیم که این که آخوند هم یه مکتب ترور فکر عقیده رو تحمیل میکنه. من مقاله شما رو با اجازه خودتون یک بار توی برنامه لایوم به طور کامل برای دوستان باز کردم و خوندم. البته شما قبلا به من اجازهش رو داده بودید و من مجوز از شما گرفته بودم در رابطه با همون اسلام دین ترور فکر و عقیده. مطلب بسیار سنگین و شیوایی بود و من از شما اجازه میخوام که همون مطلب رو به صورت تکست در بیارم در داخل همین صفحه در اختیار دوستان هم قرار بدم که اونها هم بتونن در اختیار داشته باشن، اگر شما اجازه بفرمایید. خواهش می‌کنم. استفاده می‌کنم. در خدمتتون هستم، میشنوم از فرمایشتون. فقط خواستم یادآوری بکنم که این فرمایش شما رو پشتوانه داره، این پشتوانه در یک مقاله جناب شیبانی زحمت کشیدن به نوشتار در آوردن و من بارها اینو خوندمش از بخش‌های متفاوتش تو لایو ها، ولی کن حتما این رو شیر میکنم که عموم عزیزان ازش بهره ببرن. در خدمت من. علاوه بر مسائل داخلی باز کارشکنی های خارجی داشتیم. ببینید
در روابط با شوروی مسئله داشتیم. بعد از اینکه این کارها انجام شده، یک تیم آمدن از شوروی رفتن، معادن رو بازدید کردن، نمونه برداری شد. یک سال طول کشید که جواب دادم بله، با مواد اولیه شما میتونین سوگواه داشته باشید. یه طرح مقدماتی فرستادن. نماینده سفارت شوروی میاد این رو میده به مدیر عامل شرکت ملی سوگواه ایران. دو روز بعد میاد این طرح رو امضا شده میخواد. مدیر عامل بهش میگن خب من این طرح رو دادم، همکارهای من مطالعه کنن ببینن چیه. اصرار میکنه نخیر، امروز باید این امضا بشه، فور این کار فوریت داره. دوباره تکرار میکنه آقا بالاخره این مملکت دولتی داره، من باید با کادر دولت صحبت کنم، موافقت اونها رو بگیرم. دفعه باز اصرار ازم. دفعه چهارمی که عنوان میکنه، منظور من اینه که دولت شوروی هم یک با یک سبک به خصوصی تربیت شده بودن کار میکردن. یه دستوری که به کارمند زیر دست میدادن، او با قول ما سر میبرد برای یه طرف، هدیه میکرد رئیسش میداد که کار انجام دادم. دفعه چهارم مدیر عامل تر رو پاره میکنن، پرت میکنن پیشش. این که طرز همکاری نشد، حالا شاهنشاه به پرشنف رفتن موافقت کردن، این کار هم به اینجا رسیده. یه کاری آرزوی 150 ساله مملکت به این صورت در آمده که این گرفتاری داره. اینقدر ناراحت میشه که دستاشو میذاره رو میز، سرشو میذاره رو دستش، یه مدتی که آرام بشه. آرام که میشه تلفن برمیداره به کاخ سعدآباد. قربان، نماینده سفارت آمد، این گفت این مطالب بین ما، گفت من هم طرف رو پاره کردم جلوش انداخت. 10 دقیقه بعد از کاخ تلفن میکنن که مطالب شما به شرف عرض رسید، فرمودن اقدامات شما، کار شما موجه بود. این یک بعد طرح میاد، مایه افتخار آدم این سخنان رو میشنفه. دوباره طرح میاد، طرح رو مطالعه میکنن. این طرح که توش کارگاه تهیه مواد نسوز نیست. اون طرف میگه که آقا ما گفتیم زباهن میسازیم، ما که نگفتیم که خونه مواد نسوز بتون میفروشیم. خب مدیر عامل هم میگن من کارخونه که من زباهنی که بدون تهیه مواد نسوز داشته باشه نمیخوام. بحث بین خودشون صحبت میکنن، خیلی خوب این رو هم بهشون بدیم. باز ترک میاد، خب مدیر عامل زباهنم با متخصصین دیگه دنیا صحبت میکرد. انگلیس ایراد تکنولوژی آلمان رو میگرفت، آلمان ایراد اشکالهای فرانسوی رو میگرفت. هر کدوم مدیر عامل میخواست خب بیشترین رو داشته باشه دیگه، با توی دنیا رقابت میکرد. فرض کنین عنوان میکنه که این کاوپرها، دستگاه‌هایی که هوای گرم تو کوره میدنن، شما با این ظرفیت دارید، من این میخوام با 10% بیشتر از این ظرفیت باشه. شما کارگاه اکسیژنی که پیشنهاد کردین با این قدر ظرفیته، اینم میخوام مثلا 8% یا 12% تولید بیشتر اکسیژن داشته باشه. همشه روسا میگن آخر این به حساب پتنت ما این شکلیه. اونم میگه خب اسم پتنتشو عوض کنین، یه بذارین پتنت رو با هم کنید. طرحی که روس ها دادن بر اساس حسب محاسبات روس ها، این ظرفیت 1,900,000 تن میتونست بده. با اضافه کردن یه خورده هوای گرم بیشتر، یه خورده اکسیژن، میشد 2,100,000 تن از این محصول گرفت. 200,000 تن به پروداکتیویته یه کارخونه اضافه کنم. خب این کارا کار کوچیکی نبود، ولی خب روس ها راضی می شدن و قبول می کردن و این کار رو می کردن. و می تونم بگم
لیاوتی که دادن در حالی که کارخونه فکر اولیه که ما میکردیم، روزی که فکر میکردیم این کار شد بشه یا نشه، صحبت این که ظرفیت 200,000 تولید آهن 250,000 تن زیاده و عدد 300,000 تن این عدد ها خیلی زیاده، ولی لیاوتی که بعداً سرعت توسعه اقتصادی اینقدر زیاد شد که تولید روی تولید خیلی بیشتر شرکت هم لیاوتی که روسا دادن، اون کارخونه تا 10,000,000 تن میتونست توسعه پیدا کنه. اونجا ما میدیدیم که نه، حرومزادگی ندارن. در لیاوت که به ما دادن پیشنهادی که خود ما اطلاعات ما شاد کم بود، اونا با دید بیشتری بزرگتری نگاه میکردن، آینده رو دیده بودن و ناخون خشکی نکرد. یک سوال کوتاه میتونم این بین بکنم جناب شیبانی؟ خیلی جسارت میکنم این، چون در این من که افتخار اینو پیدا کردم شما محبت فرمودید، از هفته قبل به من فرمودید که این افتخار رو دارم این امروز رو در خدمتون باشم و دوستان رو مطلع کردم، بسیاری ذوق زده شده بودم و من جمله خود من، خب بیش از هر چیزی یک سری صحبت ها پیش اومد، حقیقت همه صحبت ها یه کنار، یه سوال توده‌ای هم به من از من کردن، آقا فکر کنید یه توده‌ای از من یه سوال کرده، من میخوام این سوال رو همون جوری که او گفته همینجور لخت بگذارم در اختیار شما. شما به عنوان کارشناسی که این کار رو مدیریت فرمودید، توی اجرای او بودید، از من به جد میگم دوستان یه نکته شایان ذکره که بدانید بسیاری از عزیزان در کارهای عمرانی نبودند نمیدانند، شخصی که کار عمرانی میکنه و مدیریت عمرانی میکنه، اولین کاری که میکنه به خصوص در وسعت‌های بزرگ، من حالا این جمله رو میگم یه مقدار ممکنه حمله بر خود ستایی من هم قرار بگیره، ولی من در حد جناب شیبانی نیستم، یه موقع این حرف رو به خودم، شما فکر نکنید برای خودم دارم عرض میکنم، کسی نه استدعا میکنم، اولین چیزی که اتفاق میفته این شخص باید از زن و بچه و خانواده خودش بگذره، یعنی شخصی که وارد مدیریت کار عمرانی میشه یک خانواده رو قربانی میکنه بتونه پدری کنه برای اون پروژه‌ای که بالا سرش ایستاده و مانند فرزندش بزرگش میکنه. یعنی من میخوام به شما بگم اگر ما بابت کارخونه فولادی که در ایران نهادینه شد به پادشاهمون احساس دین داریم، به جناب شیبانی احساس دین داریم و به کسانی که اونجا زحمت کشیدن احساس دین داریم، به تک تک اعضای خانواده این عزیزان هم این احساس دین رو داریم. اما سوال جناب شیبانی، سوال این است که جناب شیبانی، صنعت فولاد آیا منابع آب گسترده مورد نیاز داره؟ چون منابع آب احتیاج به آب زیاد داره، ما سیستم گردشی گذاشتیم که این 40 برابر آبی که می گرفتیم در واقع کشورهایی که آب دارن یه رودخونه از این طرف میاد از اون ور میره، ما این رو آبی که می گرفتیم به حساب 40 بار بیشتر مصرف. دقیقا همین سوال بود که می گفتن که با وجود اینکه صنایع فولاد به حضورتون عارضم که نیاز به آب گسترده‌ای داشته، چرا توی اون منطقه قرار گرفته؟ حالا اینا از این سوالاست دیگه، حالا که اولش که میگفتن هم کارخونه فولاد نمیخواستیم توده، یا اینطور میگفتن، حالا بعدن بعد از اینکه ساختیم حالا به اینجا رسیدیم، میگن آقا چرا توی منطقه خوش قرار گرفته؟ و بدیهیه که شما به عنوان کارشناسی که اونجا تشریف داشتید این رو میدونید، توجیهات اقتصادیش، توجیهات عملیش و شرایط اقلیمیش رو شما بهتر میتونید برای ما توضیح بدید. من شنونده هستم. خواهش میکنم. ببینید کارخونه دومی که قرار بود ساخته بشه، این قرار بود جنوب باشه، بعد اینو بردم کنار
باز دومی رو بردم به اصفهان. اولی چرا در اصفهان مطرح شد؟ مثلا 32 مورد مختلف که کارخونه در جنوب باشه، در مرکز باشه، در شمال باشه، معادن کدوم معدن انتخاب بشه، اینها برآورده قیمت شد. در جنوب کیلوی آهن 10 شایی ارزونتر تموم میشه تا در اصفهان. منتها تهران و شمال سرمایه گذاری شروع شده بود، جنوب خوزستان نفت بود، توسعه صنعتی شروع شده بود، آب بود، نفت بود. مرکز ایران یه منطقه کویری خشک بود. اصفهان کارخونه باید نزدیک مسیر آب مداوم باشه. یک کیلوی آهن 7 کیلو آب احتیاج داره برای تولیدش. این بود که آب اگر 3 دقیقه هم آب به کوره نرسه این از بین میره. اینی که نزدیکی به آب دائم بود، یکی اینکه منطقه مرکزی ایران که خشکه، معادن اونجا انتخاب بشن که یه تعادلی در سرمایه گذاری تمام منطقه ایجاد بشه. بعد در وقتی اصفهان انتخاب شد، تازه مسئله آلودگی هوا بود، مسیر بادها بود، مشخصات زمین شناسی بود، مسائل مختلفی بود. اینجور نبود که رئیس جمهور بعد از انقلاب بیاد صندلیشو بذاره این ور نگاه کنه، اون ور نگاه کنه، بگه محل بدی انتخاب کرد. چند سال هواشناسی اونجا روش مطالعه شده. هر جور از این سوال ها بخواد جواب دارم، ولی واقع خاطراتی رو برمیگردونه که جامعه ما هنوز نمیدونست که واقع یه صنعتی که شما برنامه 50 سالتون، 100 سالتون، 30 سالتون باید روشن مشخص باشه چه مسائل و مشکلاتی داریم. اروپا فرض کنیم به صورت هر چیزی یه جایی درست شده. امروز وقتی میخوایم یه کاری بکنیم، این صنایع وابسته چه باشه، پیوسته چه باشه، چه یه اصول کلی رو رعایت بشه، اینها رو اکثریت جامعه ما هنوز نداشتن. یه مقدار ایرادایی که میگرفتن، خب ایرادای آدم های ساده. جناب شیبانی اون ادب و بتانت و بزرگواری و بزرگمنشیشون همیشه از اون واژه هایی که بنده استفاده میکنم. خواهش میکنم. یه روز دیدم که یکی از مهندسین آمد پیش من ناراحت. آقای شیبانی، من جوان که بودم، خب عضو حزب توده بودم، کلن ما بوی قرم و سبزی میداد. 8 سال تو این بیابون دارم حق میخورم و دوستان قدیم هنوز فکر میکنن من مثل اونها فکر میکنم، آمدن از من کمک میخوان که محل انشعاب 3 شبکه آب رو بوری بودن رو این رو منفجر کنیم. ببینین یه شرایط بین المللی به وجود اومده. شاهنشاه جان خودشون رو در مقابل قدرت بزرگ دنیا ریسک کردن. 30,000 نفر 5 سال جون کندن. در 3 دقیقه این از بین بره، آینده این صنعت هم از بین رفته. و بعد هم این آقا میشه مثلا وزیر صنایع و اینجور کارا. بعد از این داستان عدد اینا مجبور شدیم به دست به ساواک اطلاع بدیم. گرفتنشون دو نفر، یه سال یه نفر، 2 سال حبس کردم. مردم میگفتن ساواک چرا خشونت میکنی؟ تا
ته دل من فکر میکردم آخه یه صنعتی که با فشار یه دکمه با قطع دو تا سیم با یه کشیدن یه اهرام میتونین میشه از بین برد، این همه مال با این همه ملایمت چجور مدیر میتونه اینو بگردونه؟ یعنی شما به عنوان مدیر اونجا معتقد بودید که اونها رو باید به حکم جزای اسلامی میرسوندن؟ هر کجای دنیا شما برخی منطقه‌ای رو قطع کنید. قبول دارم، قبول دارم جناب شیبانی. اینکه پادشاه ما و قوانین مدنی ما در ورای حقوق بشر عمل می شده و عمل می کرده، این یه واقعیت. بگذاریم از اینکه در نمایش خواستن برعکس این جلوه بدهن، هیچ وقت از جنایاتی که خودشون کرده اند نام نمیبرن، فقط میگن با ما این کارو کردن. خب چه کرده ای که با تو این کارو کردن؟ اونو لطفا تعریف بکن. واقعیتی است که میفرمایید. خب من میدیدم که دستگاه ساواک بمای پلاستیک به من نشون میده، میگه که به منزلتون بگین که دست گل از کسی قبول نکنه. ما با اون شرایط بالاخره وظیفه میهنی ما بود، چرا به این حرفا گوش نمیدادیم؟ امید من این بود که 2 میلیون تن راه بیفته که آماده ی راه اندازی بود، 500,000 شغل جدید، 500,000 خانواده میتونه از زندگی آبرومند بهره مند بشه. اینی که به این جور کاراش بوده که ما گوش نمیدادیم. درود بر شما. من چقدر امشب اولا آموختم جناب شیبانی و حقیقت دوستان، من هر وقت که محضر جناب شیبانی میرسم، خب گرد جناب شیبانی معمولا دوستان بسیار زیادی هستند و هر کسی که میرسه میخوان از محضرشون کسب فیضی بکنم. من زیاد وقتی میرسم محضرشون معمولا انقدری فرصت نمی کنم که یک ساعت الان ایشون فقط ما رو مستفیض کردن. این فوق‌العاده است و بدیهیه که هنوز بحث ادامه داره و ما در خدمتشون هستیم. ولی نکته‌ای رو من خدمتتون بگم که جناب شیبانی، من انقدری که امشب آموختم نیاز بود حداقل 3 تا از اون کتابایی که شما نوشتین رو بخونم تا این مطالبی که شما امشب فرمودید. ما چقدر میتونیم بیاموزیم از این هنر سینه به سینه جناب شیبانی، و حیف است که این سینه به سینه از دست بره. من چیزی رو در شما میبینم، جسارت میکنم، منو ببخشید بیادبی میکنم، یه مطلبی واقع شده و اون این که جوانان، من تکرار میکنم جملم رو، جوانان ماکسیموم تا 27-8 ساله سال 57 یک صدی ایجاد کرده اند بین جوانان امروز و خدمتگزاران دیروز. عنایت دارید عرض بنده رو؟ و تاریخ رو به نوعی دگرگون بیان می کنند، به نوعی دگرگون به اطلاع عموم می رسونند. با وجود آن همه نقیزگویی ها هم هنوز نتوانستن از عظمت کار خاندان پهلوی ذره‌ای بکاهند، ولی ما نیاز داریم به این که بزرگ مردانی مثل شما که اگه احیانا وقت داشته باشن در حوصله مطلب بگنجه، گاهم به ما وقت بدن، اینطور بتونیم از محضرتون بهره برداری بکنیم، وقایع رو، اون چیزی که بوده، آنچه که از دل و جان، از زبان اونی که رفته تو زندان نباید شنید، اون کسی که بلا سرش اومده رو هم بشنفید. شما رو به خدا آقا 3 تا کوره رو میخواستن منفجر بکنن، حالا بعد 2 سال زندانی کردن. یعنی مدیر تازه میگه من احساس امنیت نمی کردم، میگفتم این چرا 2 سال این باید میرم حبس ابد؟ شما فکرشو بکنید در چه شرایط اجتماعی این کارهای بزرگ در مملکت انجام شده، در چه شرایط اجتماعی داشته مثلا به پیسازی کارخانه هلیکوپتر سازی سیرجان رو داشتن انجام میدادن تو در جاده شهر بابک و حالا انجام هم نشد و به حضور شما استاب شده. میخوام به شما بگم عظمت کارهایی که در دوران اعلیحضرت فقیه محمد رضا شاه پهلوی انجام شد، آریامه، ناگفتنی است. یعنی اصلا نمیشه، زبان قاصره در بیان اون شرایط.
آمریکایی بابا یه شما دستتون تو دست همدیگه دادید، هیچ کسی نیومد بمب بذاره زیر کارتون بخواد بترکونتون، کشورتون رو آباد کردید. تو کشور من حسن و محمد میخواستن بسازن، حسین با تبر میومد میخواست خراب کنه. ما همچین وضعیتی داشتیم تو مملکتمون و واقعا کار بزرگی بوده. سپاسگزارم جناب شیبانی. ادامه بدید ما بدونیم از بخش از شود آب برای سیکل، میفرمایید ظاهرا سیکل ترکیبی یا سیکل بازیافته آب داشتیم برای به حضور شما عرضم، تا یعنی در حقیقت اون پدیده کمبود آب رو با یک سیکلی که ایجاد کردیم تونستید که در حقیقت به نوعی جبران بکنید در اون شرایط. اجازه بدیم تشکر کنم از لطف شما، ولی من اهل تعارف نیستم، تعارف بلد نیستم. خواهش میکنم جناب شیبانی، من تعارف نکنم، من تمام آنچه که گفتم به باور من سوگند نمیخورم که شما شک نکنید به کلامم، من تمام آنچه که گفتم از صمیم قلبم در رابطه با شما گفتم. این رو چون به عنوان یک آدم عمرانی، آدمی که 20 این جمله من رو دقت بفرمایید، شما کلام من رو متوجه، من 23 سال در زمینه عمران و آبادانی کشورم فعال بودم و همیشه در بیابانها زندگی کردم. من جنس کلام شما رو میشناسم، عظمت کاری که انجام شده رو میشناسم و وقتی شما ذره به ذره بیان میفرمایید کلام به کلام، من میدونم طرح توجیهی چیه. من ممکنه طرح توجیهی یک پروژهی مثل ذوب‌آهن رو ندونم، ولی یک جاده وقتی از یه جایی تا یک جایی رو می‌خواستیم برنامه ریزی بکنیم، اولین چیزی که برای اون جاده در نظر می‌گرفتیم طرح توجیهیش بود که آیا این جاده سودآور هست یا نه. روی این مسائلش می‌فهمه، یعنی کلام شما، گفتار شما، مو به مو، جمله به جمله برای من معنا داره. تا اونجا که می‌فرمایید می‌خواستن به حضور شما اون برج رو منفجر بکنن، خب من تجسم میکنم یه نفرم پاس بیاد اینو کلنگ بزنه اون پلی که من ساختم و مثلا خراب بکنم. خب من میدونم شما چه حسی رو دارید، ممکنه برای هموطنان این حس کاملا قابل لمس نباشه. اینی که من همراهی میکنم، جسارت میکنم و از عظمت کار شما تعریف میکنم به صرف این است که از صمیم قلبم با شما همراه هستم، جسارت نمیشه. یک روز چند سال پیش بود، جناب عبدالرضا انصاری وزیر کشور بودن، اواخر برخوردی که داشتیم سوال کردن که خاطرات خودت رو نوشتی؟ گفتم یه مختصری رو نوشتم. صحبت ایشون این بود که مردم فکر میکنن چون اعلیحضرت یه دستوری دادن اون کار انجام میشه. من وقتی بنگاه عمران و خوزستان رو به من دادن دیدم که تازه اول یک اپیل استراگل، تازه شروع برخورد با مشکلاته. این واقعیته، ولی بدون حمایت دائم شاهنشاه امکان نداشت ما بتونیم چه بیکاری انجام بدیم. ببینید، من وقتی وارد خدمت دولتی شدم میدیدم که تحصیل کرده های ما یه خورده خودشون رو به میز و قدرت میز وابسته دارن، کار بزرگ و این شکلی نمیشه انجام داد. کارشناس از شوروی میخواد جوون حسین بیاد 10 سال دیگه این کار بزرگ که یاد گرفته وقتی سن بازنشستگیش میرسه، جوون بیاد 10 سال تو یه چنین کاری بزرگ بشه، این هر جای دنیا اینو میقابد، ارزش داره. جوون بیاریم و خب اینها کار یاد بگیرم یه شربتی برای مملکت باشه. خوشبختی من اینه که بعدا 20 سال بعد از انقلاب میشدیدم که این افرادی که شروع کردن شرکت هایی که کار برای مردم ایجاد کنیم، وقتی به ثوابتشون نگاه میکنن همه یه دوره در ذوب‌آهن کار کردن. اون افرادی که دوره نظامشون رو میومدن 2 سال خدمت نظامشون رو انجام میدادن، 2 سال کار بود با اختیارات، باید یک کاری انجام میدادن، بعدم زندگی بعدی شدن موفق شدن، این رو خوشحال کننده بود. بله بله، واقعیت اینه که خب در یه چنین اونجا دانشگاهیه برای خودش، در حقیقت اجرای چنین پروژه‌ای خودش دانشگاه است. البته مشکلات کم نبود. یه روز پسرها، بچه های اون کارکنا که اونجا که بودن در مدرسه ابتدایی درس میخوندن جمع شده بودن،
یه روز بهشون میگم که شما نمی... شما از مردم خیلی شنیدین ما چقدر ناراحت کردیم پدرهای شما رو، چقدر بد کار کردیم. بذارین خود من به شما بگم که ما چه بلایی سر پدرهای شما آوردیم. شما جز محبت نکردید چه رو شدید؟ ما رفتیم خب یه دستگاه فرستادیم به یه گروهی، مدیر مالی، مدیر فنی، مدیر استخدامی، اروپا، امریکا تحصیل کرده ها، یا دانشگاهشون تموم شده یا فوقش مثلا یک سال دو سال یه جایی کار کردن، اینها رو استخدام کردن، آوردن، قرارداد بستن، بلیطشون دادن، آمدن. و حالا احتمالاً نفر اولی که برای یک بخش گذاشته شده این سال رتوی آخری که داستش بوده، اونی که معاونش شده، اونی که زیر دست معاون بوده، این با درجه خیلی هم سن، اختلاف سنشون زیاد نیست، اختلاف تحصیلشون زیاد نیست، از هم حرف شنویی ندارن، ولی توی تشکیلات اداری به هر حال وظایفشون اختلاف داره. ادپتیشن باید شد این محیط. یکی از شمال آمده، یکی از جنوب، یکی از غرب، از شرق، از همه جا آمدن. محیط زندگی همه عوض شده، همه تو شرایط جدید بهترین شرایط رو میخوان داشته باشن. فشارهای روحی روی اینها بی اندازه است، ولی خب این بالاخره باید این کار میهنی بفرمون. این کار درست از آخر میامن. ازتون سپاسگزارم. جناب شیبانی، من یک سوال دیگه بپرسم از محضرتون، این که شما از شاهدان عینی، بذارید من خیلی ساده بگم، هر کسی برای ما از شورش 57 گفت، هر کسی برای ما از شورش 57 گفت، یا از پشیمان شدگان بود، کسانی که پشیمان شده بودن از خیلی ببخشید غلطی که کردن، یا از بازماندگان شهدایی بودند که به حضورتون عارضم که از دست رفتن در شورش 57، یا کسانی بودند که تن به شرایط ندادن، از دو سال قبل کشور رو ترک کردن، گذاشتن اومدن. حالا من نمیخوام وارد سری بحثا بشم، کسی را قصد تخطئه ندارم. شما از شاهدین شورش 57 بودید، برای ما بگید در اون مقطع در زباهن چه گذشت؟ این بخشی از تاریخ ناگفته ماست. ببینین اون خیلی مشعل است، انواع مسائل رو داشتیم. ببینیم خرد خصومت ها بود، حسادت ها بود، بغض ها بود، هزار جور مسئله داشتیم. ولی یه مسئله رو من میبینم که شاید تذکرش بد نباشه. وقتی مس هیستریات شروع شد، شورش که شروع شد، تمام جامعه شعور انسانی خودش از دست میره، یه شعور حیوانی حاکم میشه، اونی که بلندتر حرف میزنه همه رو میکشونه، هیچ کس نمیدونه چی کار کنه، اونی که بلندتر حرف میزنه دنبال او را میفتن. الان همه ایرادی که میگیرن پس کنین به مجاهده توده، یکی ایراد به اینها واقعا لازمه، اینها کار جرم بزرگی کردن. ولی حقیقت این که چطور دولت قدرت خودش از دست داد، این حمله ای که به این افراد میشه باعث شد که مقصرین اصلی شناخته نشن. اون یه تحقیقات جامعه شناسی مفصل تری به نظر من باید کرد که برنامه ایجاد انقلاب افزایش انتظارات چجور انجام شد، سطح اطلاعات محدود اقتصاددانهای ما چه دستی داشت. فرض کنین یکی از عوامل
ایجاد انقلاب اینی که انتظارات بله بدیم به موقع انجام ندیم، مردم سرخورده میشن. وقتی آدم میبینه که چه دلایلی داشته سازمان برنامه 160-140 برنامه ناتمام ناقص داشته باشه، فرض کنین اگر که یه جوان تشخیص نمیداد تورم رو، محاسباتی که میکردن پیشبینی هزینه آینده رو نمیکردن، خرج شده بود ولی کار انجام نمیشد، مردم انتظاراتی داشتن به جا نسید، اینها یه خود تحقیق بیشتری باید بشه. خیلی ها در این جهت هم از افرادی که در کار بودن مقصر. من از شما سپاسگزارم جناب شیبانی. نکته خیلی جالبی بود، چون چند شب پیش یک نازنینی به اسم جوانیست، جناب آصف کیا، از اندیشمندان نوین و جوانان نوین ما هستند، بسیار وطن پرست، مانند اونچه که پادشاه کشورم در 40 سال پیش آرزو داشت که فرزندانش این چنین باشن، من میبینم که بسیاری این چنین دارن دوباره نمو میکنن بر مبنای آرزوهای پادشاه کشور. به حضورتون عارضم که یه گلایه‌ای رو به طور اصولی باز کردن که به طور خیلی ضمنی اشاره کردن، ولی خب حیای گفتار اجازه نداد که بیش از اون ادامه بدن، و دیدم بعضا به من تکست دادن که نباید آقای آصف کیا چرا گفته مثلا بسیاری از کاردارها هم اشتباهاتی داشتن، حتی مثلا بعضی ها قبل از پادشاه مملکت رو گذاشتن رفتن، قبل از پادشاه مملکت رو گذاشتن رفتن و و و و و و, و شما به عنوان یک بزرگی که من به شما اقتدا میکنم همیشه در کلام در منطق، امشب به نکته ای اشاره کردید که بسیاری پرهیز میکنن از بیان این واقعیت. از شما سپاسگزارم جناب شیبانی. ببینین رجال سیاست سیاسی ما با سیاست دنیایی آشنا نبودن، برنامه متوقف کردن توسعه اقتصادی دنیا رو باش آشنا نبودن. تا 20 سال بعد هنوز همه حساب چراغ سبز خارجی رو میکردن، 20 سال که تمام شده هنوز فکر میکنن این حزب امریکا عوض بشه اونی که بیاد درست میشه، اون عوض بشه اون بشه. و این این واقعیت رو آدم درک نکنیم تقصیر کسی نیست، میدیا به قدری ورزیده و زرنگ در منحرف کردن افکار مردم، چجور واقعیت رو به جهت افکار مردم رو به جهتی سوق بده که متوجه واقعیت ها که خیلی ساده است نشن. این تقصیر همه ما بود. من سپاسگزارم جناب شما، انقدر تو این چند جمله بار از رو دوش من برداشتید، باور بفرمایید که من اصلا نمیدونم چقدر از شما تشکر بکنم. خیلی مطالب رو روشن فرمودید. دوستان دقت فرمودید، جامعه تحت تأثیر مدیا، این رو دیگه من نمیگویم، کسی میگوید که یک عمر به آبادانی و ویرانی کشورش نگریسته. ببینید ما نه استدعا میکنم جان شه، من دروغ به کسی نمیگم، من صادق صحبت میکنم. جناب شیبانی رو اگر بخوایم صادقانه ترین تعریف رو در موردشون بگوییم، صندوقچه اسرار 60-70 سال گذشته میهن عزیز ما هستند، آنچه که با تمام وجود لمس کردند. و جناب شیبانی بذارید من صادقانه عرض بکنم که آخه معذرت میخوام، حسن قلی بیگ از سپاه پاسداران فرار کرد، بلند شد اومد لندن، بعدش هم رفت لس آنجلس، ایشون رو بردن توی مدیا، خب به جای یک جلسه 30 جلسه هم بهش دوربین دادند، عنایت دارید عرض بنده رو، ولی جناب شیبانی رو ما ندیدیم بهش دوربین بدن بگن آقا آنچه که میدانید رو بگوید. من اون موقع جوانی بودم در داخل ایران، عنایت دارید عرض بنده رو، این
ما خیلی ضربه دیدیم از آنچه که میبایست میدانستیم و نمیدانستیم. اگر جناب عالی با سیاست آشنا باشه اسم شیبانی در تاریخ ایران نباید وجود داشته باشه. جناب شیبانی ما با چیزی آشنا هستیم، ما با چیزی آشنا هستیم به اسم ایران پرستی و پادشاه کشورم این رو برای ما ودیعه گذاشته و ما جز نگهبانی از ایران و ایران دوستان و خدمتگزاران به میهن وظیفه دیگری نداریم. توسعه تفکرات حضرت عالی در بین هم میهنان من باعث میشه مسیر درستی رو که اعلی حضرت آرزو داشتند و پیمودند و راهنما کردند تا جامعه آتیشون به اون سمت برود رو مردم گم نکنند. این است که من امشب بسیار مسرورم که شما به ما افتخار دادید و تشریف آوردید تو این برنامه. رضا ازتون خواهش میکنم که بیشتر به ما وقت بدید جناب شیبانی. اینطور نباشه که فقط این یک هفته باشه. اگر اوضاع مساعد بشه همینقدر که یه تکست به من بفرمایید من حسب امر اطاعت امر میکنم و از حضورتون استدعا میکنم که یک برنامه داشته باشیم در مقوله‌ای که هستالی میفرمایید از محضرتون کسب فیض بکنیم. کمال میل. سپاسگزارم از شما. متشکرم خواهم بود از این. خواهش میکنم. من نکته مهمی دیگه ای رو بگم دوستان عزیز. جناب شیبانی در بعضی موارد به بنده منتقد هستند. من این رو هم بگم. انتقاد جناب شیبانی هر گاهی هر جایی حتی در کلام تشریف آوردن در داخل برنامه من به من انتقاد کردن ایشون مجاز به انتقاد هستند و میدونید چرا؟ چون 100% من اشتباه میگم ایشون درست میگه. نه 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 ایزه فهمه شیبانی شیبانی من تست کردم جناب شیبانی. من جسارت نشه با بعضی از اندیشمندان بسیار جوان مثلا حدود 50 سال 55 سال 60 ساله دارم گفته شنود میکنم. خب بعد میبینم متاسفانه بابا این جوانای 20-30 ساله ما بهتر میدونن، بهتره با او وارد بحث نشم. بعد من اومدم چندین و چند من کتاب های شما رو بهش مراجعه کردم، چندین و چند بار در چند مبحث در محضر شما قرار گرفتم. حتی شما هم یک بار من گفتی آقا من در این مورد به شما اشکال دارم. گفتم جناب شیبانی اگر اشکالی در من عرض کردم قبل از برنامه هم فکر کنم 2-3 روز پیش بود خدمتتون عرض کردم، گفتم اگر به من هم انتقاد دارید جناب شیبانی خیلی رک و صریح بفرمایید. از این است که دوستان آمادگی اینو داشته باشید که اگر آقای جناب شیبانی به من افتخار دادن توی برنامه‌های آتی ما از محضرشون کسب فیض بکنیم، آمادگی اینو داشته باشید که بیان بگن آقای خسروی دارد اینجا اشتباه میگوید. من شنونده این فرمایش هستم و چون میدونم که جناب شیبانی به چه قصدی میگوید و هدفش چیست و نیتش چیست. ایشون نه به دنبال خود بزرگ کردن است که ایشان به حد بیش از آنچه که باید بزرگند. ایشون نه به دنبال مقصد و مقام و عرض شب و خدمت شما فن برای خودشون پیدا کردن هستن یا گروه تشکیل دادنن. ایشون فقط استدعا میکنن، استدعا میکنم جناب شیبانی، ایشون فقط در این مسیر حرکت میکنن که امثال من، امثال آصف و کسانی مثل مهدی، مثل عرشه و خدمت شما جواد، مثل دوستان، مثل کوروش عزیز، ما دوستان اشتباه نکنیم در مورد میهنمون. تمام نگرانی ایشون این است که ما اشتباه نکنیم و لذا که من از جناب شیبانی باز هم استدعا میکنم در برنامه های دیگه هم به ما افتخار بدن در حضورشون باشیم و از محضرشون کسب فیض بکنیم. جناب شیبانی من استدعا میکنم که اگر فرمایشی هست دیگه بحث بازه، در اختیار شماست تا هر زمان که ادامه بدید و تا هر زمان که تمایل داشته باشید برای خداحافظی من در خدمتتون هستم و شنونده فرمایشتون هستم. تشکر میکنم از لطفتون، خیلی ممنون، با کمال میل در اختیار جناب عالی خواهم بود. تنها توصیه من اینه که سیاست مستقل ملی شاهنشاه آریامهر جوانها ادامه بدن، هیچ راهی جز اون نداری و خدا کنه دنیا بفهمه، دنیا انسانیت با شرایطی رو نشون دادن که انسانیت داره از دنیا میره.
حیثیت خودشون رو جوانها حس کنن. پس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، یا قریبی گردر کاسه ماز پیش آورد، دوتا چمچه آب است و یک چمچه توق. از پدر از اجدادمون این ضرب المثل ها برامون باقی مونده. تشکر میکنم اصلا. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من از همینجا به شما بدرود میگم در دیر وقت لندن. خیلی خیلی لطف فرمودید. اگر برای خداحافظی فرمایشی هست با دوستان هم شنوندگان برنامه تون بفرمایید که من خداحافظی رو با شما هم داشته باشم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. استدعا میکنم. جناب شیبانی، همین الان که در محضر شما هستیم 51 نفر بیننده برنامه شما هستن و بدیهیه که من میدونم بالغ بر 1000 نفر تا حالا برنامه رو دیدن و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید خیلی خیلی سپاسگزارم. بدیهی دوستان از شما خواهش میکنم این برنامه رو به اشتراک بذارید و از دست ندید این اطلاعاتی رو که ما امشب از جناب شیبانی به دست آوردیم. با زحمت به دست اومده جناب شیبانی رو به برنامه دعوت کردن کار سختی بوده. من از شما سپاسگزارم جناب شیبانی. شب بخیر بهتون میگم، ایامتون به کام باشه و در خدمتتون هستم. تشکر میکنم. شب بخیر. شب شما خوش.